مؤسسه غیر دولتی هلپ در ایراد کمپاین آگاهی دهی را در مورد پیامدهای مهاجرت‌های غیر قانونی برانداخته است. در این کمپاین بیش از 1000 جوان از خطرات مهاجرت‌های غیر قانونی آگاهی داده می شود. الها سایل یک از برگزار کنندگان آن می گوید مؤسسه هلپ همچنان در نظر دارد تا زمینه کار را برای شمار از جوانان تحصیل کرده نیز فراهم سازد. بعد از اینکه ورکشاپ را دیدن ما در قسمت تسهیلات شغلی با اونها همکاریم و اونهایی که خلاق باشن و کارآفرینی کنن ما در قسمت کارآفرینی که اونها انجام میدن ما بررسی میکنیم و در قسمت کاری که اونها میخوان شروع کنن همکاری همه جانبه داریم و به اونها سپورت میکنیم تا بتونن که بیشتر روی پای خود خود بایستن. در 3 سال اخیر سیل زیادی از جوانان و خانواده‌های افغان به خاطر مشکلات امنیتی، نبود کار و موجودیت فساد گسترده اداری افغانستان را به مقصد اروپا ترک کردند. اما شماری هم به خاطر مشکلات را و عدم پذیرش افغان‌ها در کشورهای اروپایی از تصمیمشان منصرف شده و دوباره به زندگی عادیشان در افغانستان پرداختند. به خاطر قصدشون بارم، به خاطر که کار نبود. بزرگترین مشکلی که من فعلا دارم کار می روزی که رفتیم امتحان ما بدیم برای ما گفتن که چوکی خریدی امتحان از اینا کلن نمایشیه به خاطر همون همه دیگه از هیچ انگیزه برای ما باقی نمیمانه و همین باعث میشه که همه حالا خود من به صفت یک دختر که موندم ولی بچه های نمیمانن و مجبور میشن که خارج کنن به سفر کنن به خارج. سید عظیم کبرزانی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی نگران این وضعیت است. او میگوید حکومت افغانستان باید زمینه کار را برای جوانان فراهم سازد تا جلو فرار مغزا به کشورهای بیرونی گرفته شود. سرمایه معنوی ماست، جوانان ما، این مغزهای متفکر، انسانهایی که پر انرژی هستند و افغانستان کشوری است که تعریف میکنند، کشوری است که نیروی جوان داره و جای تاسفه که ما از این جوانای خود استفاده نکنیم، از این سرمایه‌های معنوی خود استفاده نکنیم، از این مغزهای متفکر استفاده نکنیم. وزارت امور مهاجرین افغانستان گفته است که در 1 سال اخیر بیش از 250,000 افغان به کشورهای اروپایی رفتند. مسئولان این وزارت همچنان گفتند که بیش از 3,000 شهروند افغان در جریان مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا جانهایشان را از دست دادند.